റംസാനിലെ ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ പുണ്യം നേടാൻ വിശ്വാസികൾ കൂട്ടത്തോടെ ജുമാ നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. റംസാനിനെ വരവേൽക്കാൻ പള്ളികളിലും എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു. റംസാനിൽ നമസ്കാരത്തിനായി കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തുമെന്നതിനാൽ പള്ളികളിലും സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. അംഗശുദ്ധി വരുത്തുന്നതിനും നമസ്കരിക്കുന്നതിനും മറ്റുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മിക്ക പള്ളികളിലും റംസാനു മുമ്പേ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. രാവിലെ തന്നെ പള്ളികളിലെത്തി പ്രാർത്ഥനകളിലും ഖുർആൻ പാരായണത്തിലുമായാണ് വിശ്വാസികൾ പള്ളികളിൽ ഇഹ്തികാഫായിരുന്നത്. വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ചൈതന്യം ഉൾക്കൊണ്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തെ തിന്മകളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാക്കി പുണ്യമാസത്തെ മാറ്റണമെന്ന് ഇമാം ഉമർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بارك على سيدنا محمد وعلى آله البررة الكرام أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثروا من الصلاة والسلام عليه كما أمرنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال عز وجل إن الله بارك على سيدنا محمد وعلى آله البررة الكرام أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثروا من الصلاة والسلام عليه كما أمرنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال عز وجل إن باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أئمة الدين هداة المتقين أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر നന്മകൾക്ക് ആയിരം ഇരട്ടി പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്നതിനാൽ ദാനധർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വിശ്വാസികൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ഇമാമമാർ ഖുതുബയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഇമാമമാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മലപ്പുറം.